در رابطه با مشکلات مردم هستش. پس از دستور اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر شناسایی عوامل معطل شدن مردم در ادارات، صبح امروز به اتفاق بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور، بازدید سرزده‌ای داشتیم از مرکز 124. 4000 تا تماس داریم. این منجر به شکایتشون میشه. سامانه‌ای که قرار است شکایات مردم را درباره قیمت کالا و خدمات از جمله گرانفروشی، کمفروشی و عدم صدور فاکتور دریافت کنند. ما در روز بین 3 تا 4000 شکایت، 4000 تماس تلفنی داریم. آقا مرغ آوردن شرک ولیعت، من خودم اینجا دیدم. یه ماشین خاور آدرس می‌فرمایید. خالی کرده 10 نفر 15 نفر داده، میگه تموم شد. اما فراوانی شکایت ها به ویژه در 4 ماه ابتدای سال. اولویت اصلی سفره خونوار بوده، نون بوده، مرغ بوده، قیمت بالای میوه بوده و این افزایش قیمت روغن نباتی و شکر. با وجود این همه تماس، اما هنوز مشکل نان حل نشده است. قطعا قیمت‌های غیر قانونی است و ما و همکارانمون قطعا با اینا برخورد می‌کنیم. مقصد دوم این بازدید سرزده، میز خدمت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بود. دقیقاً اتفاقی که افتاده، ما تو یک عرض یک روز مدیر، رئیس سازمان امضا کرده، معاون امضا کرده، پاراف کرده، اومده به صدات کارشناس. حضور نداره کارشناس یا اینکه نه؟ بیشتر به خاطر این مشکلات کرونا. آها، اما دقیقاً 3 هفته است، یعنی 5 و 4 من نامه رو آوردم. امروز تازه من باید پیوستش اضافه کنم به خاطر نقص مدارک. به نوعی برنامه‌ریزی بشه که دوستان در سر پستاشون حضور داشته باشن، مردم ان شاءالله بتونن خدمات رو به بهترین نحو ممکن بگیرن، معطل نشن. میگه برین سمت مشکلتون رو حل کنین، میرم سمت میگه رادیوی مشکلتون رو حل کنین. من بازرگان الان موندم، باید چیکار کنم؟ مقصد آخر این بازدید، دفتر تنظیم مقررات صادرات و واردات. راهنماییشون خیلی خوب و مناسب بود، ولی ای کاش که این رو در واقع به صورت خیلی جامع‌تر اطلاع رسانی می‌کردن تا اینکه بخوایم حضور پیدا کنیم. حالا با توجه به شرایط کرونا، تلفن‌های سازمان تحت هیچ شرایطی جوابگو نیستن، اصلا خط جواب نمیدن. حتی از همه کسایی که اینجا هستن میتونین بپرسین. ساعت 12 تا 1 شما اینو قبول دارید؟ بله بله. شما قبول دارید؟ بله بله. شما چطور؟ من فعلا به همچی مشکلی بر نخوردم. ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها موجب سرگردانی مردم شده بود. دفتر مقررات میگه گمرک باید یه شرح پرونده به ما بده. گمرک هم میگه که ما دفتر مقررات درخواست بده که دیگه بین دستگاه‌ها که گاهن موجبات اطاله وقت مردم میشه. این تعدد مراجعه به دستگاه‌ها و نحوه سلایقی که دارن به خرج میدن بعضی‌ها باعث میشه که الان دیدید که دوستان مثلا طرف میگه من 60 روز مراجعه می‌کنم به گمرک یا به بانک مرکزی، اون میگه باید فلان نامه رو بدی تا من بتونم این کار رو تو سیستم انجام بدم. مستحضرید، سامانه جامعه تجارت به همین خاطر تشکیل شده که این فرایندهای حضوری و مراجعه حضوری حذف بشه تا همه به صورت سیستمی کارشون رو بتونن انجام بدن و زیر سامانه ها به همین ترتیب ارتباطشون اینتگریت شده در سامانه جامعه تجارت فراهم بشه تا اون شفافیت لازم برقرار بشه. سازمان بازرسی کل کشور در روزهای آینده هم به سراغ دیگر سازمان ها و ادارات خواهد رفت. جدای اینکه اجرای دورکاری کارمندان در ایام شیوع کرونا باید به گونه‌ای مدیریت بشه که روند خدمت رسانی به مردم مختل نشه، اما ما در بسیاری از میزهای خدمت مشاهده کردیم که ناهماهنگی بین دستگاه‌ها هم موجب سرگردانی مردم شده. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.